رادیو و وب تیوی همسفر تقدیم می کند از هر دری سخنی خبر هنر فرهنگ کتاب شعر موسیقی تنز سیاست در برنامه از هر دری سخنی یه و اجرا هلن از هر دری سخنی خب خانم هلن عزیز با درودی دیگر خدمت شما به یکی دیگر سری برنامه های رادیو و ویب تیوی هم سفر بخش از هر دری سخنی خوش آمدید سپاسگزارم گذارم درودی دارم خدمت شما و خدمت همه عزیزان امیدوارم که شاد و تندرست خانم سه شنبه شد بارون نیجد که دوباره تو دو سه ماهی که شما نبودیم همش آفتایی بود سه نه تو هفته دیروز دیروز هوا خوب بود راست میگی بعد چیه نه سرد که اونقدی که آدم گرم تنش کنه چون تا آفتاب در میاد گرم میشه بعد یه همین که آفتاب رفت قایم شد دوباره باز یخ میکنی بر رطوبت شینام یعنی... خیلی بده آره. بر مارونای ریزی که میباره آره. مثلا شما خانوم هم که بالاخره موهاتون رو نمیدونم نه به آرایش و آره هیچ چیز نمیشه من موهام سیم ظرفشویی هیچ چیز نمیشه خب سیم ظرفشویی زنگ میزد آره سیم ظرفشویی یا یه چیزی بودش که ما باتری میذاشتیم میسوزوندیمشون از این نازک نازک ها اینو برادرام خیلی از این شیطنتا میکردن وای وای من یه بار برداشتم این دستشویی خونه رو دستشویی رو دست اونجا که دستش آدم میشونه با این سیمای ظرفشویی شستم شد سیاه سیاه دیگه هم تمیز نشد میدونی که تمام اون رنگ سفیده روش اون آب بابا اومده بود خونه میگفت تو فقط به من بگو تو چیکار کردی من یه علاجی براش بدم جرات نمیکردم بعد گفتم با سیم ظرفشویی شو گفت آخه پسر خود سیم ظرفشویی چرا دو بردی حالا این دست گلا زیاد خواهر من اومده بود با سیم ظرفشویی قابلمه تفلون تازه اون موقع مد شده بود مثلا خیلی هم با ارزش بود دیگه اومد یه بار ظرف و سیم زرفشی برداشت آقا کشید این ته قابلمه تفلون مادرم میخواست بکشش <applause> چه خیلی هم بابا کلا با جز از آره دیگه کلاس فروگا بود وقتی مهمون چیز میاد از اون قبل ما استفاده میشه چه تعدیگای خوبی هم از میشه بود تو بالای برای اینکه خود نمایی کنن نه مصرف بشن ولی خلاص آره ها رسیم در چویه والا گرانیه آره. دیگه گرانی خب خانم چه خبر از این دنیای وانفسا چه خبر که چه ارز کنم خبر که زیاده میخوایم با خبر خوب شروع کنیم که عمد نجا. جای... نه نه عمل بیچاره حالا یعنی میگم اینایی که بعد از احمد جادومدن یه کارهایی دارن میکنن که دیگه باید به پای اون نماز خون <applause> خبر خوشش اینه که نروژ قصد داره در ایران یک نیروگاه برق خورشیدی بسازه که جای خوشحالیه اول بله، 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 نروژیا ها آدمای درستی هستن آدمای صادقی هستن خوب کار میکنن حقوق بازی نمیکنن مثل چین و یه سری از این کشورها که خود خب فقط زمان جنگ جهانی خیانت کردن همه رو دادن کشتن آره خب دیگه نه آره خب آره ولی به صنعت آدم‌های آگاه و به دقیقاً دقیقاً با وجدانی هستن خلاص این نیروگاه قصد داره با 120 مگاوات شروع کنه تولیدش رو و بعد به مرور زمان اینو در آینده به 500 مگاوات برسونه آره و آفرین چون ما کشورمون کشوریه که خورشید داریم ما ما از سال 365 روز 360 روز ما خورشید داریم و واقعا حیفه که این همه نیرو به بتالت بگذره بدون که ما بتونیم مثلا اون کویرای بزرگ اون دشت بزرگ آقای آزادی من خودم بچه خوزستانم یعنی ما مثلا یه ابر میشد خوشحال میشدیم دقیقا راست میگی میدونین چون 360 روز آفتاب یک سره توی زمستون تابستون روست. و حیف واقعا و الان داره تمام دنیا رو به پیشرفته و این نفتم که موندنی نیست ولی خورشید هست چرا که استفاده نشه و این خبر خبر بسیار خوبی بود برای مردم کشور ما این دست دارن. از اتمه بردارن دیگه اتم متم نداشتیم اینا جنگ نداشتیم دیگه راحت بشیم دیگه دست این اتمه دیگه واقعا خوشیدیش واقعً اتم با... خورشیدی نداریم آره <تصفح> 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 واقعا ولی <تصفح> خب از اون برم که میدونی که ایران قراره بره توی سوریه و نیروگاه اتمی چیز نیروگاه برق بسازه تو سوریه بله ایران قراردادی بسته که قرار در سوریه نیروگاه برق بسازه و دستشون درد نکنه نصف کشور ما از بی برقی دارن مینالن خوزستان بلوچستان زاهدان یه بندر عباس توی گرمای پنجاه درجه به قول خودشون که بیش از اینه بدون برقی دارن بعد اینا دارن میرن سوریه کارخونه برق چجوری روشون میشه اینا به بمهر... یعنی به مردم که خب چی بگم یعنی یه چیزایش هم تقصیر خودمون آقای آزادی یه چیزایش هم تقصیر آره الان خوزستان دیرو پری روز من گوش میکردم روز یک شنبه میگفتن به حد این گرد و غبار وحشتناکه که ریزگردا که میره توی شش و توی مثلا دستگاه بله تنفسی باعث بله 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 مرگ بله و سرطان و فلان نمیشه یعنی رقمشو که میگفتم الان حضور ذهن ندارم برای اون عددش ولی رقمش می میگفتن هشت برابر دفعه قبل شده یعنی یه چیزی یه 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 اگه یک جای دنیای درست یه جای دیگه بود شاید اصلا مردم از اون سرزمین میکشیدن بیرون من موندم آخه نه سر کار شما که اینجوری هستین چرا میرین تو هوای آلوده شرکت نفسن چیز پالاشگاه چه میدونم صنایع فولاد که تو اهواز هست اینا بزرگترین مج... به های صنعتی ده بشینین تو خونه زمانی که سه روز چهار روز یه ماه شما شما که حقوقاتون بهتون نمیدن عذیت و آزار هم که هستین خب گاهی اوقاتم تقصیر خودمون دیگه عادتشون شده مردم باور کنین این زج رو بختی عادتشون شده آره دیگه شما این این ریزگردا برای میدونیم برای کودکان اون مملکت چقدر خطرناکه حالا از هر جایی که باشه حالا چه قسمت زاهدانش باشه چه قسمت خوزستانش باشه ولی متاسفانه بعد خبر دیگه که خیلی آدمو ناراحت میکنه این ما یه سری کودک داریم در کشورمون که اینا میرن شبا تو زباله ها حالا اگه وسیله پیدا کنن که مثلا آلمینیومی باشه چه میدونم وسیله باشه که بتونن ببرن آبش کنن زوبش کنن اگرم غذا باشه که غذا رو میخورن همین کودک برای اینکه این, که این اه اه بتونی از این مزایای زبال جمع کنی استفاده کنه که جای تاسفه که من اینو بگم از دید اونا البته 800 هزار تومن باید بدی تا یه کارت بگیره از کی؟ از دلالای این کار مم. یک سری بیوجدان که دارن تو اون مملکت از این بیوجدانی رژیم از این قصیل قلب بودن رژیم از این آخوندهای جنایتکار از این آخوندهای دروغگو دارن نهایت استفاده میبرن به یک کودک 800 هزار تومن باید بده تا این کارت اگر اینجوری نکنه بیان بگیرن اون کودک رو بیچاره کردن از پا آویزون میکنن یعنی آشغال جمع کردنم کارتی آره، کردن آره کودکی که نداشتن این کارتو رفته دنبال قضا میگشته چارت از این قولتشنا اومدن که نوکرای همین آقایون هستن اینه از پا آویزون کردن به خاطر که چی به خاطر که کارتو نداشته بعد تازه فهمیدی که باید کارت داشته باشه میدونین این چیزا وحشتناک این مملکتی که نفت داره و این همه این همه منابع طبیعی ما داریم آفتاب یزد سایت آفتاب یزدم اعلام کرد که انگلیس پانزده هزار قمه به ایران صادر میکنه قمه 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 که خودت میزنی انگلیس بله آفتابی ازدم این خبرو داده که انگلیس قرار پون... یا داده یا قرار پونده نه دیگه حتما برای دوران محرم و ایناس تو اینا دیگه البته خب میدونی الان هم یه روشی شده خیلی میخوان انتقام گیری کنن با قمه میرن سراغ هم دیگه دیگه توفنگ که نیست که چون توفنگ جرمش آه. خیلی زیاده اما او چاقو دست میگیرن میرن هم دیگه من چند وقت پیش شیندم تو تابستون البته یه نزاع خیلی سخت شد توی یکی از این محیط اصفهان که اینا با قمه ریخته بودن طرف پدر و مادر و, و چنان پسرا رو همه رو کشته بودن خیلی خطرناکه آره خیلی خطرناکه نه و نه. حالا اونا جز سلاح نمی بیننش اونا فقط توفنگ خطرناک میده ولی واقعا هستش که وقتی کسی اینقدر خشم درش هست این قمه خب میتونه خیلی خطرناک باشه شبکه خبری الجزیره اعلام کرده که در زمان که کشور آمریکا و کشور اروپایی شام این به قابل توجه همین آقایونی که دم از روسیه و چین میزنن این شبکه خبری اعلام کرده که در زمانی که آمریکا و اروپا کل اروپا میانمار رو همین کشوری که الان مسلماناش در حال فرارن و میکشنشون حالا خلاص جنگ و جدال ها هفته پیش ما یه مقدار دربارش صحبت کردیم اینا در اون زمان که اروپا و آمریکا اینا رو به تحریم کرده بودن از لحاظ سلاح و ابزاری که برای این کار به کار میره نداده بودن روسیه و چین دو کشوری بودن که از سال 1990 تا پارسال 2016 مدام برای این کشور میانمار تانک موشک انواع اقسام موشک رو هواپیما و ناو جنگی حتی و انواع سلاح ها رو برای اینا میفرستادن. و این قابل توجه کسایی هستش که یه سری از آقایون خانمای ما که خیلی هم ادای انسان دوستی خیلی هم کار خوبیه که آدم انسان دوست باشه متعلق به افکار چپ هستن و اینا میگن که آره محکوم میکنم میان ما رو ولی منم محکوم میکنم کشتن هر نوعیش غلطه میدونین که داعشی الان رفتن میان ما میدونین که رفتن با جزء همین دسته مسلمانانی که اونجا هستن آره. و در اونجا داعشی ها شروع کردن آدم کشی آره. حالا میفته گردن اینا حالا بعدا آره. تمام اینا رو میکشن اتفاقا الان من تو را که میودم همین از رادیو خودمون اخبار رادیو فردار گوش میکردم خانم آنسان سوچی برگشته گفته که اینا به پاسگاه پلیس حمله میکردن همین آقایون مسلمونی که به اصطلاح حالا به دیگه معلوم نیست کی است که آره، داره حمله میکنه خب طبیعتاً اونها هم حالا البته اینم غلطه چون اون کسی که مقصر بود هدف قرار بگیره نه یه سری خانواده بی ولی متاسفم حالا به هر جهت اون روش اونا است منم کاری نیست داعش داره خودش رو منتقل آره، میکنه دیگه ولی متاسفانه چین و شوروی یا روسیه حالا شوروی که غلطه روسیه کشورایی بودن که این در طول این همه سال کمک های نظامی واقعا به معنی کامل کلمه بینا کردن حالا قابل توجه اونایی هستش که خیلی دفاع میکنن و بدونن که آخه فقط اینا فقط دفاع میکنن اینا هیچ فرق بله. که بله یکی از نمایندگان ولایت مدار ما در ما... که از شهرستان خمینی هم میاد در مجلس مجلسی که میلیونی بینه حقوق میدن مزایا دارن ماشینای اتومبیلای زیر پاشون که از طرف به قول معروف دولته سهمیه بنزین که ندارن هر جا برن بنزین آزاد این نماینده مجلسه که مال خمینی هم از نشسته توی مجلس گفته که یک ورق باید به شناسنامه های خانوما ها اضافه بشه آه. که توی این ورقه بایستی سیغه هام ثبت بشن یعنی ببینی شرماورتر از این چیزی هم هست میدونی اینا چرا این کارو میکنن میخوام این خانم چند دفعه سیقی شده به درد میخوره یا نمیخوره به جان خدا این اینو یک بیشرف که آلوده است مغزشون و قلبشون که اصلا بعید نیست ولی تو نشستی تو ما ببین ما این همه کودک زبال جمع کن داریم این همه زن بی سرپناه. این همه پیرمرد پیر زنی که دوران مثلا پیرمردای ما که دوران بازشستگیشون نشستن کفش باکس میزنن دست فروشی میکنن این همه ما اه 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 مثلا اینا که از جنگ باقی موندن همین جان بازان که از خو... که اینا واقعا جانشون رو گذاشتن درن در بتن شرط شما هیچ کدوم در مجلس راجب اینا حرف نمیزنید رفتید یه برگ بشناسا ما اضافه کنین میخواین سیگار ثبت کنی واقعا که بعدم میگه من ولایت مدارم واقعا دست درد نکنه همینه متاسفانه خانو وقتی که... دیگه شما تز دانشگاهی طرف رو که دیدین بله که... بله الانم میخوام بخونم همون وقتی تز دانشگاهی دکترا یا پی اچ دی ای طرف اونه خب اینم دیگه سیاست مدارش هم هم اینه دیگه بله و قابل ذکره که بگی ما در کشورمون حدود 20 میلیون تن هاشی نشین داریم ام. یعنی میدین هاشی نشین یعنی چی؟ یعنی نه لوله کشی آب دارن نه گرمایشی دارن تو خونه نه برق درست حسابی دارن نه نمیدونم وسایل بهداشتی درست دارن نه از شرایط خیلی 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 پایین یک جامعه درست برخوردارن نه آسفالتی دارن نه چه میدونم سقف آنچنانی دارن میتونن توی یک کارتون باشن میتونن تو زیری ساختمانی که خودشون با گل ساختن درست کرده باشن میتونن زیریه کپر باشن و نه آسفالتی نه جاده ای نه دسترسی به اتوبوسی نه امکان مدرسه امکان درمانگاهی هیچ وقتی میگه هاشی نشین یعنی این که تهران مشهد اهواز تبریز این چهار شهر بالاترین رقم هاشی نشینی رو دارن این در این چهار شهر باید. که میگن حتی مشهد به مراتب بیشتر از تهرانه چون وسعت مشهد کمتر از تهرانه تهران خب وسیع جمعیتش هم بیشتره ولی متاسفانه اینا کسایی هستن که اصلا از استاندارد زندگی خوبی برخوردار نیستن و در اون کشور ثروتمند در اون میهن ثروتمند زندگی میکنن و اما آقای آزادی دیروز از ازدواج آقای احمد جنتی صحبت کردن <applause> که قابل توجه که باید ایشون تبریک گفت ایشون در سال آره 91 دو سالگی پسرشون که قبلا هم وزیر ارشاد بود که خیلی هم متاسفم که واقعا نمیدونادم چی بگه ایشون اومده اعلام کرده که بله پدر من به خاطر نیازی که داشته ازدواج کرده حالا پرسش من اینه نیاز به چی داشته اگه نیاز به آشپزی و غذا داشت که خیلی هستن که میتونید ولی مردم میتونه آشپزی کنه آره بعد شما میتونید یکی از این مثلا مثل همین سوریسیوس هایی که ما داریم اینجا یا کس تو ایران اینقدر آدم نیازمند هست که میتونستن برای این آقا خدمت کنن اما حالا اونش به خودش مربوطه که چه به چه خاطر این کاری کرده ایشون به یک مسئله دیگه به اشاره کرد که جالب بود ازش پرسن رمز طول عمر پدر شما چیه گفته ایشون هفته بار شنا میکنه آیا واقعا این امکان برای ملت ایران هست که این کار رو بکنن؟ آیا این امکان برای یک کارگر ایرانی هست؟ برای یک معلم ایرانی هست؟ که اینم نیست حالا ایشون برگشته اشاره کرده که آره به خاطر نیاز پدر من مجبور شد ازدواج کنم حالا پرسش من اینه کسی که سنش بیش از نوده و نیازمند کمکه آیا باید این همه پست داشته باشه حالا برای شما میخونم میگه آیت الله شیخ احمد جنتی پیر مبارزی است که دیروز علیه رژیم شاه مبارزه میکرد و امروز پرچم مبارزه با ضد انقلاب و دشمنان و منحرفان را بردوش دارد ایشون خیلی هم بردوش داره او در سوم اسفند سال 1305 در منطقه لادان واقع در قرب اسفان در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد خب حالا مسئولیت های این آقا همین آقای که توان زندگی فردی شخصی خودشو نداره ولی توان این همه مسئولیت رو داره یک دبیری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دو ریاست سازمان تبلیغات اسلامی سه نماینده و ولایت فقی در اتحادی انجمنهای اسلامی دانش آموزان دانش ما چهار عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی قانون اساسی اه. مملکت کشور کهنسال متمدن ایران ایشون یکی از اعضاش یا چیزش مثلا نماینده نگهبانشه آره عضویت داره پنج دبیری شورای نگهبان قانون اساسی بید. اون عضویتش بود این دبیریشه <تصفح> شش امام جمعه موقت قوم تهران و اهواز هفت عضویت در شورای پشتیبانی جنگ آخه این که نمیتونه یه تفنگ عمل کنه نه این اصلا رو... در جنگ میخواد چیکار کنه حالا البته خب حالا شاید شما بگین از تزای فکریش استفاده میکنه اونم هم... کدوم فکر آره حالا ما کاری هشت مدیریت در دادگاه های اسلامی نو اه... مذرد میخوام این هشت بود اه... نو نماینده مجلس خبرگان ده عضویت در مجلس تشخیص مسلحت نظام 11 عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی 12 عضویت در هیئت مؤسس جامعه الزهرا و ایشون در مجلس خبرگان هم هست که حالا تو این نگفتم من یک کسی که این همه مسئولیت داره شما فکر کنی از هر کدوم سه میلیون دو میلیون سه میلیون حقوق بگیره این شخصی که توانایی خودش بر اساس گفته فرزندش آیا توانایی این همه مسئولیت کاری مگه ایشون چند سال در روز کار میکنه اصلاً چند ساعت در روش از... شما این, این ببین از... الان دوازده تا دوازده مورد شد به جز خبرگانش شما روزی یک ساعت هم که برای اینا کار بذاری مگه چند ساعت در روز کار میکنی نمیشه خانم ببین این دیگه پول مفت ملت ایران میخورن به ریش ما هم میخندن آقای آزادی اون تیکه که توی چیز براتون فرستادم بله آماده لطفاً بله بریم نگاه بکنیم یه توضیح اگه میخواین در موردش بدین ببینین یک فیلم هستش برای اونا که شاید از طریق رادیو گوش میکنن این فیلمیه که از خود جمهوری اسلامی پخش شده کمک هایی که ایران به لبنان کرده بعد از جنگ که چند روزه که داشت که لبنان خراب میشه ایران کشور ما جمهوری اسلامی میره اونجا و این خرابی های بعد از جنگ رو بازسازی میکنه یک خانم عرب لبنانی داره تعریف میکنه از این مسئله و بعد در آخر اشاره میکنه به خرابی تو کشور خود میکنه خیلی کوتاست ولی ببینیم اینو با هم. با هم دیگه اما اکنون نه در زاهیه و نه هیچ کجای دیگر لبنان ویرانه ای از جنگ هفت سال پیش نمانده حاصل تلاش ایران نحن حروب جنگ های زیادی تو لبنان از سر ما گذشت و کسی هم از ما حمایت نکرد دولت ما برامون هیچ کاری نکرد این همه مردم بی خانمان و آواره کشورهای دیگه شدن اما خدا رو شکر وضعیت ما از قبل بهتر شده به خونه هامون برگشتیم این خونه ها و خیابون های جدید از قبلی ها خیلی بهتره چیزهایی داریم که قبلا نمیتونستیم داشته باشیم اینها همه از کمک ایرانه کمک مادی و کمک معنوی فقط ایران پشت سر ما ایستاد اگه کمک ایران نبود ما هنوز از این خونه به اون خونه آواره و اجاره نشین بودیم ایران حتی اجاره خونه ما رو هم میداد و لوازم زندگی ما رو مهیا میکرد این مایه افتخار ماست که با همه اون چی که از دستمون برمیاد در خدمت مردم، ارتش، دولت و مقاومت لبنان باشیم برای رویارویی با ستمگران و اشغالگران میدونید که در تمام برگه های رسمی سفارتخانه های ایران نوشته به امید پیروزی مظلومان و مستضعفان بر مستکبران مظلومین و مستضعفین علی المستكبران. اینجا زندگی حالا داره ایران رو نشون میده در مارون و رأس شنوب لبنان سامان و امکانات این پارک در لبنان بی نظیر است اینجا زندگی میکنیم؟ اینا بچه های بیچاره ایرانی بی ترسم مردم بله اینم گزارشی بودش که دیدید بله خانم. جای تاسف واقعا شما دیدین که بعد از جنگ چجوری لبنان رو درست کردن تازه گفت پول به بم ما میدن چه هم شرایط اینجوری بعد اون پیرمرد ایرانی که اون ملت اون اون اون, کشور ساخته پیرای ما حق زیاده به گردن ما دارن امام. اون با توی اون زباله بخواب بعد بچه ایرانی رو هم دیدین تو چه شرایطی داره درس میخونه حالا موقعی که میلیون میلیون دلار آقای اوباما میده پولا بعد قیب میشه بعد اینا پا میشن میرن دو میلیارد از کره وام میگیرن هیچ که نمیگه آقا این پولایی که اومد خب کو خودتون داری میگین مثلا 100 میلیارد آزاد شد خب کو حالا فقط به اینجا ختم نمیشه آقای آزادی جمهوری اسلامی 180 قطعه فرش نفیس ایرانی را که کار دست 1400 خانم ایرانی خانم کاشانی اهل کاشان را راهی حرم امام حسین و ابوالفضل عب عباس کرده تازه ها همین سه چهار روز پیش محسن واجدی متذکر شده که هزار متر فرش دیگر هم برای مفرش کردن حرم متحر امام موسی کاظم در حال بافت است که اینها قرار دل... چند متر این کف مساحت اونجا زمین مفته دیگه گرفتن دیگه بعد اونجا هزار تا دیگه, دیگه, تازه در قاره. حال بافته قراره که برای این حرم امام موسی کاظم باشه بعد گفتن قراره که در روز تولد حضرت محمد در یک مراسم ویژه این فرشا از ایران به سمت عراق راهی بشن و اونجا به قول خودشون مفرش بشه بعد شما فکر کنین همین هزار ببین میگم جا حرف زیاده ولی من چیزی هم. نمیگم ولی خانم ببخشید شما دیدین که این ملتی هم که میرن اونجا جوراب کفش رو در میارن جورابا هم در میارن بعد با اون پای بوگندو میخوام برم روی این فرشا دو سال دیگه این فرشا دیگه چیزی ازشون باقی نمونه که جای تاسفه جای تاسفه یک <تصف> گزارش رو از جهان نیوز پیدا کردم در مورد اینکه یک آقای به نام امیر هومن کاظمی ایشون خدا با قول ایرانی ها حالا بعد من به اعتقاد به بیامرز و آمرزش اینا ندارم ولی رو چه سلامت باشه یه حرف درست زده این آقای امیر هومن کازمی ایشون مشاور بین المللی دفتر طب ایران و وزارت بهداشت هستند یک سمپوزیوم داشتن یک جلسه بوده در بین ایران و چین که ایشون یک حرف خیلی جالبی زده جرأت نکرده بگی که طب اسلامی برگشته گفته که به ایشان به معرفی تاریخ و اصول طب ایرانی پرداختن و با اشاره به تاریخچه چند هزار ساله طب ایرانی اظهار داشتند که این مکتب غنی پزشکی از قبل از اسلام هم بوده و بعد از اسلام توسط دانشمندان بزرگی چون ابن سینا رازی جورجانی توسعه پیدا کرده و در پهنه وسیع از دنیا از غرب چین تا مناطق زیادی از اروپا را تدریس می شده توسط ایرانیا این علم پزشکی ایشان متذکر شدن که این اشتباه است که ما می گوییم طب عربی این کاملا نادرست است این تب عربی نیست و بلکه تبه ایرانی است حتی پیش از اسلام حالی بدبخت جرات نکرده بگه تبه اسلامی چون ما طب عربی نشنیدیم هم چی چیزی نشنیدیم میگن تبه اسلامی حالا اینا همه اومدن به خاطر ترس از اینکه نگیرنش یه بلا سرش نیارن چون یه بالاخره پستی داره اونجا این گفته که این تب تب اسلامی چیز طب عربی نیست کجا عربی ما همیشه میگن طب اسلامی اینو نخور اونو نخور در صورتی که اینا همه ریشه در همون طب علمی یا گیاهی خودمون داشته که حالا ارتباطش دادن به امام جعفر صادق و این و اون و حالا هرچی برجت حرف درستی زده دستش هم درد نکنه اما میرسیم سر یک مطلبی که شاید شما بخندید شاید باور نکنید شاید براتون سخت باشه من سپاسگزارم از دوستان عزیز به ویژه کامران عزیز که برای من بسیار مطالب ویژه رو میفرسه به ویژه همین مطلب اما این مطلب میگم شاید برای خیلی عجیب باشه ولی هست موضوع پایاننامه نامه دکترا در دانشگاه الازهر مصر موضوعش چی بوده؟ چه نوع باد معدهی وضوع را باطل میکند؟ یه بابای خواسته دکتراش بگیر از این دانشگاه الازهر در مصر اومده موضوع باد در کردن رو که این آیا این بادی که از معده خارج میشه وضوع رو باطل میکنه یا نه این اومده راجب این دانشگاه الازهر مدرک دکترا را به یک دانشجوی دکترا با رتبه عالی که موضوع پایان نامه پژوهش در رابطه با گازهای بیزرر معده است اعطا کرده دانشگاه هم قبول کرده تازه مدرکش هم داده خیلی هم عالی بوده پژوهش این دانشجو در مورد این که هر نوع گاز معده نمیتواند باطل شدن باعث باطل شدن موضوع بشه ایشون اومده یه پژوهش کرده که بابا جان شما اگه مثلا وضو گرفتین ولی بعدش یه بادی از مثلا تنتون خارج شد این وضو شما رو باطل نمیکنه که شما دوباره برگردین این کارو بکنید کدوما باطل حالا. میکنه حالا آه. حالا چه کدوما خوبن کدوما بدن حالا ادا... اشاره کرده که اه اه... نمیتواند باعث باطل شدن وضو بشه بلکه صدا بو و مدت زمان خروج گاز مده عواملی هستن که در باطل شدن یا نشدن وضو تاثیر گذار هستن. آه با. ها یعنی بو و صدا اینا هم خیلی مسائل مشترکن حالا اسم دکتر باحال گوش کن بگی گفتن ففه میم اسم فسه. نگف... فسه فسه دکتر فسه اصلا اسمش هم نگفتن از خجالت خودشون آخه مردک نادان مردک پی اچ دی شه اینا پی اچ دی گرفتی که بشینی حالا آخه بابا جان این چه بخونین خانم مونده جای باحالش مونده آره میگه بنا به گفته این دکتر دانشگاه الازهر آن دست از بادهای مده که بوی پیاز سیر و گل کلم بدهن وضو را باطل میکنن <تصفيق> <تصفيق> یعنی شما اگر معدتون یعنی نهار خوردین شام خوردین هرچی پیاز خوردین سیر خوردین و گل کلم اگر این کار کردین باد برگردین دوباره وضو <applause> حالا کی قرار به دو بکنه که این کدوم بو بوده همون دیگه, دیگه, نو... این دیگه خیلی پیش میاد خب حالا اما آن دست از بادهای مده که بو نداشته باشن به آنها گازهای بی ضرر میگن و اگر از چهار ثانیه بیشتر طول نکشد شما فکر کن چهار ثانیه آدم باد هزار و یک شما چهار ثانیه یعنی شما معدت باد فقط یه بالون باشه خب باقی کنیم و نه تنها صدای چیزش صداش بلکه گفتن صدا چیز این به صدا زمان طولانی بودنش صدای اون نباید از سی دیسیبل بیشتر باشه بفرما. یعنی اگر از بیشتر 30 سی دیسیبل باشه این وضو باطل میشه حالا من موندم از این آقای دکتر یکی بپرسه چجوری یک شخصی که این کاری کرده دسیبل چجوری با تشخیص بده و بغل قبل نمای دسیبل نما هم باید بذارن که فرد پس چین درست میکنه میفرسته <تصفح> باور کن من <تصفح> 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 میفرسته برای کشور اسلامی ولی من اگه اینو ندیده بودم به چشم خودم آره، این مطلب در سایت اجازه بدین در سایت من فیلمش هم گذاشتم آره. در سایت کوشش این بیا پدر جان ها ایناشش در سایت مشکین سلام مشکین سلام نقطه آره. این تو خیلی سایت هست ببینید یک شهر بعد میگن چرا آخه این کشور اسلامی شما که این همه بودجه خراب میکنه برین برای علم به جنگین با. علم دیگه ب... بر... با. بابا جان با. آخو من نمیدونم اگر اون خدای متعال مهربان حالا مثلا شما یه با اونم یه چیز طبیعیه اونم هم همونی که خود خدا به قول خودتون خودتون نه خانم این محدودیت ها باید وجود داشته باشه وگرنه اینو شما شما در نماز جمعه که یا 400 نفر دورنده دیگه دو هم دورن دیگه جمع اگه محدودیت ها نباشه دیگه اونجا یک جرقه کافیه شما فکر صمف... با... <اون> <عزیزی> از تمامی عزیزان ارکستر سمفونی میشه چون همه ارکستر خانم از هر بم بی خطرناک تره آقا عزادی ارکستر سمفونی میشه اینجا این محدودیت تو بعد وجود داشته باشه شما چرا کف نمیزنید من میشین ها حالا من پس گرفتم شما <اون> یه ذره از من سوال کنید بله ببخشید آره شما هم که کارشناس دینی هستید آقا عزادی بله ترانه رو بشتم این برگردیم یا نه یا نه یه دونه بگین تو خب آه. یه چیزی ها یه طبق تحقیقات این مطلب جالبه نخندین اما واقعا آقایون اگه میخواین خیلی سرحال باشین کارهای خ... میگه طبق تح... تحقیقات جدید ایده از محققان کارهای خانه معمولا کارهای خونه که خیلی معمولا خسته کننده هستن رو اومدن بهشون به یه تحقیقاتی کردن گفتن که ش... شستن ظرف باعث آرامش میشه و اینم یونایتد پرس آثار چی؟ مرده یا زنه؟ شستن ظرف باعث تمرکز زن و آرامش در شخص میشه آقای اون خواهد. دیگه گله نکنید راست بسید. میگه چون آقایی که ظرف میشوره خانومه دیگه صداش در نمیاد میگه بزن کارش تموم کنه واقعا که ماشین ظرف شویی از دیگه کی ظرف میشوره آقا آقا ای بابا آقا با آره خلاصه اگه میخواین آرامش داشته باشین ظرف بشورین برای خانومتون همسر... البته آرامش ایجاد کنین گرامی گوش کن لطفاً شاید بازایی من اگر عاشق گشتم به هوای تو بود به خدا شور عشقت دل من برا بود تب جانم را همیشه می چه کسی در این عالم غم من کفتند گل شکفتنت <applause> چیده چقدر این آهنگ زیبا چقدر این شعر پر از خانم اهل نزیز میگه ز فراغت میسوزم همه شب در تنهایی به امیدی بنشستم که تو شاید باز آیی من اگر عاشق گشتم به هوای تو بود به خدا شور عشقت دل من بر برو. تب عشقت جانم را همه شب می سوزاند چه کسی در این دنیا غم من را می دوند باری کرد, باری کرد. من, من, آقای آزادی، آقای علیرضا افتخاری بودن این تران تب که من خیلی علاقه خاصی به این ترانه دارم فقط بگم یه بار اینو داشتم توی ماشین گذاشته بودم در حال بودم صدام زیاد بود بیخیال بودم آمبولانس پایید سرم نمیفهمیدم <تصفح> باور کنی خانم این بنده خدا احمدی نژاد بلایی سر این حالا ما کاری نداریم حالا خودش هم به صدا آهد. در اومده صدای بسیار زیبا بسیار توانا و به این مخصوصا این ترانش یکی از مم. فاوریت های منه اما بیچاره برگشته توی مصاحبه گفته گفته من از روزی که احمدی نژاد بغل <applause> کردهم زندگیم سیاه شد و بزرگترین اشتباه زندگی من این بوده ولی خب دلم هم... هم فکر آره چند میلیون دو تا دکل نفتی چیزی بهش البته نه بعد به تعریف کرد گفت من توی یک جشنواره بودم آقای احمدی رو آقای احمدی اومد من منم من من خب طبیعتا به حرم حرمت محرمت چون ما ایرانی اینجوری هستیم میبوسیم بغل میکنیم دیگه منم در یه شرایطی در یه برابر یه عمل انجام شده قرار گرفتم ام. و واقعا منظورم نبود ولی همون بغل من بیچاره کرد گفت خودش اعتراف کرده خانم آقای ولی. جر... آه بله. ولی. بل. زمانی که من میبینم یک هنرمندی مثل پرویز پرستویی که بسیار برای من قابل احترام میشینه وای. و از آقای قاسم سلیمانی به عنوان یک قدیس بله اون که دیگه من اونجا تو میشینی با قول مدوتن آگاهان جلوی دوربین از این شخصیت تعریف میکنی حالا این بیچاره سر رو قرار گرفت و بغلش کرد دیگه کارش هم نمیشه <applause> خانم میگن آقای جنتی توضیحاتی داده در مورد ازدواج جدیدش میذارم یک دقیقه بیشتر بله چرا نه نه 33 ثانیه بیشتر دوستان هم تصویرشو داریم هم صدای ایشونو داریم بله بفهم با کمال میل هم من بعدش از که درس میدادیم در ویتور و شفارسن <applause> بیان واقعا ما از جدا شده از مزه حقانی شهید دست رفته و ما که کاری نداریم برای وجدانی نه بعد تو تلویزیون ببرن آخه گناه داره حالا <تص ukivit> ایشون دوازده تا پست تو مملکت ما دار دقیقا سی و سه ثانیه چیز میگن میگن اگر یک مترجم پیدا بشه این سخنان رو ترجمه کنه با جایزه حرف میزنه با جایزه طلایی بهش داد موقع آمریکایی‌ها نتونن اینا چی میگن دیگه واقعا خودش گیج مونده بودی داری چی میگی آخه نه ولی منم بودم اونجا حالا کاری با اخون بودنش ندارم منم روم نمیشه چیزی بگم آقا چیز بله آره خلاصه حالا ما راجع باد موزیک خیلی حرف زدیم میخوای بزنی میخوام یک موضوع دیگه اشاره کنم شنیدین که شنیدین از موقع که این زنگ گرفته <applause> تا حالا نزدی 250 تا سنگ پا خودکشی کرد، سنگ پای قزمی بله بریم شما باد بود فرمودین بله آره دیگه ما آره دیگه چیکار کنیم امروز زدیم به سمت باد سیم آخره بله با... من میخوام برنامه روز جمعه رو بعد از 150 درس میشه بزنم سیم آخر آره مثل امروز ما زودتر رفتیم بازش خب جان میگه چرا با... کیسه های چیپس پر از باد یا هوا هستن اینا اینا ای داده بیداد چرا خب آیا شرکت میگه آیا تارا شنیدین چیز از خودتون پرسیدین که چرا این پاکت ها های چیپس باد دوشونه آیا براتون این سال پیش نمیده دلیلش چیه شاید مثلا شرکت ها شما شاید پیش خودتون فکر میکنید که شرکت های چیپ سازیش میخواد شما رو فریب بدن مثلا باد میزنه تو این پاکت که سنگین تر بشن بعد این اومده جوابو داده ببین من اقعا خندیدم تو این فاصله که شما من چشم پر عشق شده میگه که پاسخ این پرسش اینه بله کیسه های چیپس پر از هوا هستند اما نه هوای معمولی بلکه گاز نیتروژن که این نیتروژن با مولکول های اطراف خود ترکیب نمیشن آه. و به همین دلیل چیپس های داخل پاکت تازه میمونن آه. و اینی که هست شما با... ناراحت نشین این به این دلیله برای همین شما اگه دقت کنی چیپس رو دو روز روی میز میذاری یه روز مثلا میبینی همچین نا شده حالت بوی نا میگیره یا رطوبت این گاز است که آره این گاز نیتروژن باعث میشه که <تصفح> اون چیپس ها تازه بمونه میگن <تصفح> نیتروژن یک نگهدارنده نگه... رن... نگه... نگه قوی است که باعث میشه چیپس ها ترد و تازه و برای مدت طولانی در کیسه باقی بمونن نیتروژن به خاطر نداشتن بو تم و گاز گاز بسیار مناسبی است برای این کار و میگن البته خطرناک هم نیست نگران نشین به منفجه نمیشه نه که بگی حالا مثلا شما سرطان زاست و خلاص دیدین که از این صحبت زیاد باره شده میگه اکسیژن با مولکول ها با مولکول ها چیپس خیلی سریع ترکیب میشن برای همین هم است که وقتی که اینا از اون پوسته در میاری میذاری توی روی میز توی ظرفی جدا از سری حالت مرطوبو میگیرن که اکسیژن این کار سریع انجام میده ولی نیتروژن نه شما مطلب اون دو تا سردار ارشد سپاه که تو سوریه دو میلیارد دلار پول چیزو خوردن رو دارین ارسال بیت رهبری رو آره دارم ولی غیب آره برای برای موقع آره ولی آره آره خب اینا یکی در رو میشه دو میلیارد دلار خورده؟ خوردن ببین اینا دوز در هم آره دو میلیارد از ایران رفت آره سوریه نه اینا... اینا ای از سوریه نه نه اینا. اینا نماینده بودن که ببرن اونجا به سری کارا باشن انجام کشیدن بالا اینا از اول هم دروغگو هستن همین هم روزا میان سوئد آره دیگه میان سوید یعنی سوئد پناهنده بله. میشه بله, بله. متاسفم خب ایران کشوری است که توسط رژیمش چهار میخه شده آه. میخ اول جهل میخ دوم خرافات میخ سوم تعصب و میخ چهارم امامزاده پرستی آه. این رژیم جهل و فساد با این چهار میخ بر دامان ملت ایران و البته با همکاری ای هم از ملت ایران باعث کند شدن و از حرکتی ایستادن ملت شدند ما با وجود این چهار میخ هرگز قادر به جلو رفتن نخواهیم بود و تا از شر این چهار میخ خلاص نشیم رها نشیم هیچ چیزی در میهن ما تغییر نخواهد کرد پس احساس رو بذارین کنار یک ذره منطقی باشید و با جهل و خرافات و تعصب و امامزاده پرستی مبارزه کنید این هم مطلبی بود که به جا بود گفتم واقعا به جا یک خانواده روسی پا میشن میرن استرالیا برای زندگی پدر و مادر در روسیه خیلی با دانشگاه رفته درس خونده و خب طبیعتا دنبال زندگی بهتر بودن پا میشن میرن استرالیا اینا زمانی که استرالیا میرسن بچهشون میفرسن مدرسه خب از اونجایی که معمولا پدر مادرایی که آکادمیکی هستن خیلی به این مسئله توجه دارن که همه پدر و مادرها دوست دارن بچه هاشون درس خون بشن آینده دار بشن ولی خب یه عده حساسیت خاصی دارن گویا این پدر و مادر هم از این گروه بودن زمانی که فرزندشون از مدرسه میاد میگن که خب امروز شما تو مدرسه چی یاد گرفتی چون سیستم آموزشی استرالیا برای اینا بیگانه بوده فرزندشون بهش میگه که امروز ما درباره خطرات سیگار کشیدن خیلی صحبت کرد معلم با ما خودمون با معلم صحبت کردیم و خیلی بحث و گفتگو بود راجع به مزرات سیگار و خلاص معلم هم یه کتاب برامون خوند و در زمین یه مقدارم نقاشی کردیم خب روز بعد دوباره پدر از فرزندش میپرسه خب امروز چه کار کردی؟ آیا ریاضی فیزیکی چیزی خوندین؟ مم. پسر میگه که نه امروز ورزش کردیم و در زم به ما یاد دادن چی جوری بایستی اعتماد به نفس داشته باشیم مثلا بتونیم حرفمون رو بزنیم و یه حالت خیلی دوستانه داشتیم خب پدر خیلی تعجب میکنه میگه به در کنارش یه سری کارهای مثلا نقاشی و بازی و چیزان بوده روز سوم دوباره پدر میپرسه خب امروز چی خوندین ریاضی فیزیک چی مثلا از اینا چیزی خوندین کودکش یا فرزندش به این آقا میگه که نه ما امروز به ما یاد دادن که چجوری بایستی به صلاح... اصلا چرا ما مالیات میدیم علت دادن مالیات به دولت چیه و بعد دولت اون مالیات ها را چه کار میکنه ما امروز این چیزها رو یاد گرفتیم و به ما میاد دادن که مثلا اگر قرار یک کشور آباد بشه یک سرزمینی با چه جور چه کارایی کرد چه برخوردایی کرد خلص از این صحبت ها پدر که خیلی عصبانی میشه میگه یعنی چی من سه روز بچه‌م داره میره مدرسه میگم از به بب... بب... بچه من چه مربوطه خب مزرات سیگار خب میتونی یه کتاب از کتابخونه بگیری بخونه نمیدونم اون مالیات و دولت خلاص از این حرفا شروع میکنه به قرولوند کردن و عصبانی شدن با همسری صحبت میکنه میگه من یه راه دارم میگه چیه میگه من روزای دوشنبه نمیذارم این بچه بره خودم تعطیلم روزای دوشنبه میشینم با بچم ریاضی فیزیک کار میکنم قبولم میکنه خلاص اینام این کارو میکنم اول این دوشنبه زنگ میزنه به مدرسه میگه فرزندم مریضه و نگه میداره پسرشو خونه با و شروع میکنه بهش ریاضی فیزیک درس دادن مال مدرسه که فکر میکنم واقعا این مریض بوده خب هیچ مشکلی نیست یه دوشنبه دیگه میشه دوباره باز پدر یک بهانه در میاره و خلاصه همینطوری چندین دوشنبه به این منوال میگذره و این بسیار کودک میمون خونه و پدر باش ریاضی فیزیک کار میکنه پدر این کار میکنه چون حس نگرانی داشته فکر میکرده که خب در استرالیا به بچه ها درس یاده میدن که خب مثلا بچه من بره بشینه اونجا نقاشی کنه بچه من بره بشینه اونجا بحث و گفتگو کنه چه چی لزومی داره و این چیزها رو بعد می اصلا بی دلیل میدونست بچه پاد بره تو مدرسه درس بخونه خلاصه این طرز فکر پدر بود مدیر بعد از چند جلسه غیبت این کودک یا این نوجوان از پدر میخواد که بیاد جوابگو باشه پدر میره اونجا اول سعی میکنه خیلی طبیعی برخورد کنی که بگه آره واقعا بچه من مشکلات داشته ولی مدیر با سماجت از ایشون جوابی میخواد مثلا پاسخی میخواد که این آقام جواب پاسخش به این شکلی که آره من حقیقتش این که از این سیستم راضی نیستم و شما به بچه من درس ریاضی فیزیک ندادین و خلاص بچه من هیچ چی یاد نگرفته بچه من چه لزومی داره بیاد بشین اونجا از یه مدیر کمی سکوت میکنه و بهش میگه آقای محترم ما هم پنجاه سال پیش مثل شما فکر میکردیم با سواد شدن فقط خواندن فیزیک و شیمی و ریاضی نیست با سواد بودن فقط اینکه بتونی یک سری فرمولا رو بدونی نیست با سواد بودن یعنی که تو احساس مسئولیت و مشارکت داشته باشی نسبت به مسالی که در جامعه تو میگذره تو باید مهارت های زندگی رو یاد بگیری یعنی اون بچه شما یا ما آدما اون میشه با بودن شما زمانی که مهارت زندگی و اجتماعی زندگی کردن رو یاد گرفتی اون موقع است که تو آدم با هستی و یادت باشه فیزیک و شیمی فقط برای ایده کار میکنه ایده میتونن از اون ریاضی فیزیک در روزمرهشون استفاده کنن ولی زمانی که فرزند شما مهارت های زندگی رو یاد گرفت احساس مسئولیت یاد گرفت احساس مشارکت رو یاد گرفت اون موقع میتونه یک انسان مفید برای خودش و جامعش باشه پس ما یادمون باشه ما انسان ها انسان ها نادون به دنیا میان اما احمق به دنیا نمیان این اطلاعات و آموزش های اشتباه هستن که انسان نادان رو تبدیل به یک فرد خطرناک و غیر انسان میکنن بزرگترین اشتباه انسان میدونی چیه دفاع کورکورانه است که این متاسفانه این دفاع کورکورانه مثل همین چهار که قبلا گفتم این باعث میشه که انسانیت تبدیل بشه به یک جانوری مثل داعش یک جانوری مثل همین سران کشور خود ما که ثابت شد با نوار آقای منتظری مشخص شد که اینا چندین هزار ایرانی بیگناه رو بدون دادگاه کشتن تازه نه تنها یکیش آقای پور محمدیه نه تنها کاری نکرد با افتخارم گفت من هر کاری کردم برای انقلابم کردم برای این, این،, این سیستم کردم و اینه همین بچه نمیر المومنین این بچه اونم کشتن دیگه بله مجالب بسار... آره. میگن... که برگشت گفتش که بر... گفت حتی به خاطر مادرم اما نرفتیم نگاه کنیم آره. ببینیم این جنازه جای خیلی آره دیگه ام. ببینی اینه این تعصبه که یک پدر رو تبدیل میکنه به یک جانور که حتی برای فرزندش نتانه گریه میکنه حتی برایش مهم نیست کجا دفن شده اینه که متاسفانه آموزش بعد هر کسی ریاضی فیزیکش خوب بود یا هر کس پزشکی بود چه میدونم حاضقی بود دلیل نیست که انسان خوبی باشه انسانیت رو ما باید پرورش بدیم و متاسفانه ما اینقدری ای که به کتابای درسی اهمیت میدیم به اون چیزا اهمیت نمیدیم در خیلی از کشورها انسانیت رو پرورش میدهیم چقدر وقت دارم هیچی ولی بریم حالا بریم. شما بریم هر خب. چقدر دوست داریم میخواستم یک یک فشار قبر رو بگم به شما عوامل چی؟ عواملی که بازی فشار قبر میشه فشار قبر چیه دیگه؟ <applause> فشار قبض رو من میدونم <عبوه> فشار قبر اینی میذارم برای هفته نه نه داره <applause> چیه؟ من بگید فشار قبر چیه دیگه؟ میگن وقتی مرده میمیره فشار قبر روش میاد به خاطر که مثلا به خاطر کارهایی که کرده در این این قبر بهش فشار میاره خب <applause> آره <applause> 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 و یه بار تو جهنم فشار میاد یه بار تو قبر؟ نه نه قبل از اینکه اون دادگاه اصلی بشه که مثلا بره به جهنم این فشار قبر میگه حالا نمیدونم اونایی که میدونن بیا بگن ولی خلاصه میگه مقب... اوامل... که باعث فشار قبر میشه اوه. یعنی چی ببینین یادتون باشه بد اخلاقی فش... باعث فشار قبره خب سخن یعنی همون پسر هم حرف زدن دیبه. آره مراعات نکردن تهارت و نجاست و پرهیز نکردن از بول حالا حرفای چرت پرت بماند هر بول چی دیگه میخوام ادرار روی چیزا مثلا بخش من کلمه نه میدونم خب اینا هستش بله، دیگه اینا جزء به اصطلاح مسائلشونه ما. بله. یاری نکردن مظلومان قابل اوکیم. توجه همین فیلمی که ما دیدیم الان و بدون وضو نماز خواندن و زایه کردن نعمت های الهی یعنی مثلا اونی که میره توی شمال الان اون زبال میرزه تو جنگلا این مثلا فشار قبر بهش میاد درسته که خودتون این تمام کارکنان خود بیمارستان که زباله میبرن به خاطر که بودجه رو میخورن دزدی میکنن تو بودجه حالا آه. عواملی که کمک میکنه که شما این فشار قبل رو نگیری نماز شب و کامل نمودن رکو حالا من نمیدونم رکو یعنی یعنی شکا... کامل نمودن رکو کامل نمودن رکوع, رکوع. میگم حرفاشون هم اصلا تا یقاز واقعا خوزعبلات که میگن اینه صدقه یعنی شما صندوقا رو پر کنین یادتون باشه اینا میان کیسه کیسه خالی میکنن و نماز مخصوص نماز وحشت والا اگه یه چیزی این ملت ایران باید هر روز نماز وحشت چون قیافه شما رو میگه خب بعد حج رفتن تا چهار بار حالا یه عدتون فش... داریم یعنی چهار دفعه بری دفع حج دفع فشار کم دیگه تمام بیا. بعد خواندن مکرر بعضی از سورای قرآن مانند سوره نسا سوره یاسین سوره زخرف سوره تکاسر و سوره تبارک اینا اگه بخونی آره بعد ششمیش این که در روز جمعه بمیری اگه در روز جمعه بمیری فشار قبر شامل نمیشه خلاصه به هر چی شده خود بکشون تا جمعه بعد نهادن دو چوبه تر در کفن میت وقتی میخواد اون طرف دفنش کنی اگه دو تا چوب تر بذاری آخه من این چوب تر به چه درد بدبخت میخوره حالا بماند بعد ریختن آب روی قبر مردت که میمیره اگه آب بریزی رو قبرش دیگه فشار می... ببین اصلا حرفای میگن بی اساس ولی بند نهمیش اینجوری نوشتم اگر میخوای فشار قبل نیاد حق حساب دادن با این اینم از جانب خودم بود آها آره, آره. دیگه حق دیگه حساب زکاتش بده حلال هیچ چیزی بلام سر نمی آقا خیالتم راحت میری اصلا کسی هم جرئت نمیکنه اونجا از سال جواب کنی یه سر دو قبضه تو بهشتی ولی فشار بوده جالب بود خدای آره. چه چی چیز خوبی شما آره. آره باور کنی اصلا میگم مثلا طرف میگن که من دیدم ما باور کنین من توی بعضی مراسمی بودم اینا دخترها و پسرها این بیچاره داد میزدن آره این کار نکنین فشار قبرش می... آقا بابا ول کنین این صحبت میگم همون چهار میخو گذاشتن رو سر ملت ایران دارن سواری میکنن خب حالا که آقای آزادی گفت وقت داریم حالا منم میرونم با قول می قول دیگه آره از وینستون چرچیل آقای چرچیل پرسیدن چرا شما برای ایجاد یک دولت استعماری به آن سوی اقیانوس هند می روید و دولت هند شرقی را به وجود می آورید اما این کار را نمی توانید در بیخ گوشتان یعنی در ایلند که سالهاست با شما در جنگ و ستیزه انجام بدید چرچیل چنین پاسخ داد برای این کار به دو ابزار مهم احتیاج هست که این دو ابزار مهم در ایلند نیست طرف ازش می خب این دو ابزار مهم چی هستند؟ چرچیل میگه. اکثریت نادان و اقلیت خائن مم. که ما متاسفانه جفتش هم داریم اما نزید اقلیت های خائن ما حالا اکثریت خائن هم داریم هر جفتشو داریم آقای چرچیل هم که میدونین یک سیاست مدار و نویسنده انگلیسی بود که دو بار نخست وزیر بریتانیا شد و در سال 1953 جایزه نوبل ادبیات را به خاطر نوشته‌هاش و کتاب‌هاش گرفت. حالا منم چرا اسم اینو رو در همه توالت‌ها دبلیو سی آره وینستون چرچیل. <تصفح> آره، این هم سوال خوبیه باید بذار ماچ بگیریم. چرا اسم اینو رو در همه توالت‌ها می‌نویسن نمی‌دونم. بله، باید بگردیم پیداش کنیم. خب، آقای آزادی موزیک بذار بریم یا نه؟ خانم، هر چش شما 55 الان. فرقی نمی‌کنه. می‌تونیم آره. چیز بکنیم تا چقدر وقت احتیاج دارین من دو من دو دو دو. مطلب جلوی درسته من جمعه دقیقاً من یه جورایی این بخش نیازمندی‌ها رو می‌خواستم چون یه دونه کابل من با هر چی بدبختی نگرش داشتم سر جاش اه... خب ما میتونیم پنج دقیقه رو بریم که بعد شما شورا کنین برای ببینم اگه کنید برای شما بریم یا بعد هم امروز هم اینا که چیز دارن نیازمندی دارن <تصفح> ببینم حال بریم چطور میشه اگه آره. نشد از زندگی به بزرگ خودتون باشه شما بفرمایید ما در خدمت آره. میگه سربازی برای پسرام مثل حاملگی برای دختراست هم قیافشون عوض میشه هم همه میپرسن چند ماهی <applause> دیدین که وقتی دید. آها راست میگه چند ماه دقیقا <applause> چند ماه یعنی خدمت کردیم قیافشون عوض میشه <applause> کلشون رو باید بتراشن و چه صورتشون لاغر میشه و غذا نمیخورن و هم چیز از ظاهر میافتن خانم معذرت میخوام من باید چون وظیفه رادیوی مونه هست من باید دارم چه ویکتیک میدلانده تی آلمنهیت ای سولنتونا در منطقه آه. سولنتونا عزیزان گوش کنی ماتور وید کرون در منطقه کرون منطقه اندروسیر امرودش میت رود یعنی دود بسیار شدیدی هم اومده و ردینگشن و اینا هم دارن چیز میگن به همه هم گفتن که اونا که در اون منطقه هستن در داخل منزل بمونین درها رو ببندید پنجره رو ببندید و ونتیلاخوناتون رو خاموش کنین بله. بله. بعد استنگ دوران و این فرما خون لیست پا رادیو کانال 4 اسفری رادیو ایزن کانال 4 رو گوش بکنید این در منطقه سولنتونا به شدت آتش سوزی شده و دود بسیار شدیدی در منطقه کرونسن هستش که ازتون خواستن اگه اون طرف هستید در داخل منزل بمونید پنجره ها درا ببندید و ونتیلا خون خون رو خاموش کنید بله ببخشید میگه این یله پسر آقا پسر از مادرش میگه این از این فرهنگ لغت مامان من خیلی خسته شدم میگن چرا به من میگه که ببین آشغال میمالی به خودت این منظورش که داری مثلا کرم میزنی یا چرا ژل میزنی به موات آشغالی که میخوری حالا مثلا مثلا دارم قرق و میخورم میگه برو اون آشغال تمیز کن منظورش که این یعنی اتاقته آشغالی که دستت بذار کنار منظورش اون لپتاپی که تو دستته بعد می... یا گایم به من تو اون آشغالی که داری باهاش صحبت میکنی اونو بذار کنار منظورش تلفن یا دارم با دوستم صحبت میکنم مزد میخوام این گله یک دختر بوده چون آرایش میکرده یا اینکه بر میگرده میگه که مامانم میگه که آره این آشغالی که دستته اون با, با اون آشغالی که داری صحبت میکنی منظورش دوست پسرمه میگه خلاصه آقا ما موندیم از این مادر من با از این فرهنگ لغت آشغالی این چی چی دیده که هر چیزی رو تشبیه میکنه به آشغال اینم هم بحث بسیار مزاح بود اما میگه که ام یک اما ام ام یک داستان کوتاه میخونم آقای آزادی موزه کنم هم یواش یواش بریم بسیار عالی بله. برای خوش کن. روزی دو کشا و... روزی کشاورزی که دو دختر داشت یا آقای کشاورزی بود دو تا دختر داشت تصمیم گرفت که به دختراش سری بزنه و بالاخره و دید بازدیدی از اینا بکنه با همسرش گفت همسرش گفت نه من نمیتونم بیام خود تنهایی برو بالاخره این آقا بلند میشه میره دیدن دختراش اول به دیدن دختر بزرگه رفت که با یک کشاورز ازدواج کرده بود خود داماد اولیش کشاورز بود رفت و از دخترش پرسید خب دخترم حالا چطوره چه چی چیزی میخوای مثلا چی نیت چی آرزو چیه, چیه, چیه؟ دقیقا. گفت پدر آرزو میکنم که بارون بیاد چون ما بذر پاشیدیم و اگه بارون نیاد بدبختیم این بذر را رشد نمیکنه پدرم گفت باشه من امیدوارم که به آرزو برسیم روز بعد دختر پدر به دیدن دختر دومش رفت که با یک کوزگر ازدواج کرده بود از دخترش حالش پرسید و دید که یه ذره همچین نگران و تو همه گفت چه دخترم گفت پدر دعا میکنم که بارون نیاد چون اگه بارون بیاد تمام کوزه هایی که ما ساختیم خراب میشه و گذاشتیم زیر خورشید زیر آفتاب که خشک بشن و خلاصه کوزه ها که خراب بشن ما بدبختیم از نظر مالی پدر بعد از ملاقات کردن دختراش به خانه بازگشت و همسرش از او پرسید خب حال دخترها چطور بود مرد با صورتی پریشان و نگران گفت ببین چه بارون بیاد چه بارون نه یا ما بدبختیم <تصفح> <تصفح> این شامل حال اونایی میشه که دیدین که قاتل میگه خدایا کمکم کن مقتولم خانواده مقتولم میگن یعنی گناهکار مال... بیگناه همیشه از خدا حالا باید اون بیچارو خدایا با چیکار کنه دوستان برای ما فیلم گرفتن از ماشیناشون از منطقه سولنتونا و دودی که در آسمان هست و دود بسیار غریض و سنگینی هم هستش بعد بسیار سپاسگزارم عزیز دیگری هم خانم رنزی آها نه شما به مطلب میخونید ببخشید شهر نه 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 میخونید میگه پرنده ای که پرواز بلد نیست به قفس میگه تقدیر م. نه تقدیری هیچ کسی نیست واقعا بخوا و حرکت عشق را گدایی نکن چون یادت باشه چیز خوب را هرگز به گدا نمیدم باریکلا باریکلا با وجود این همه کودک زبال جو اگر صدقه خود را در سطل زبال بریزی زودتر به دست مستحق مستحق میرسه تا در صندوق صدقات باریکلا باریکلا گول این صندوق صدقات رو نخورید واقعا اگه در سطل آشغال بریزن زودتر دست اون رو میرسی اصلا در صندوق صدقات آه. اصلا به دستشون نمیرسه کاش هم داشت <applause> از کسانی که چندین کتاب دارن نترسید از اونایی بترسید که فقط یک کتاب دارن <applause> یادت باشه به هیچ کس وابسته نباش حتی به سایت چون در تاریکی سایت هم تو رو ترک میکنه آفرین آفرین یادت باشه شانس یه بار در میزنه بعد شانسی دو بار در میزنه بدبختی در نمیزنه به زور وارد میشه اصلا تو خونه زندگی میکنه دیگه و در نهایت مم. نعره هیچ شیری خانه ای رو خراب نمیکنه بلکه سکوت یک موریانه است که خانه ای رو خراب میکنه آفرین از سکوت به ترس نظر این سکوت تبدیل و خرابی بشه بسیار سپاسگزارم بله. از شما از تمام زحماتی که میکشید راه دوری که تشریف میارید و همه کارهایی که در طول یک هفته انجام میدید تا بتونیم که این یک ساعت برنامه رو در کنار شما بشیم ازتون بسیار سپاسگزارم آرزو موفقیت برای شما و خانوادهتون دارم و امیدوارم که هفته آینده بتونیم در کنار شما باشیم سپاسگزارم از شما و شاد باشید موفق و پیروز باشید بیا امشب